در روزهای گذشته علی علیزاده فعال سیاسی ساکن لندن در صفحه تویترش از دست مزد 20 میلیونی رضا رشیدپور برای ساخت هر اپیزود از برنامه حالا خورشید نوشته. های عجیب که به گفته رضا رشیدپور آنقدر بزرگ بودند که رشیدپور از این فعال توییتری سند درخواست کند. از سوی دیگر شب گذشته رضا رشیدپور در گفتگوی سریح و شفاف و زنده با خبر آنلاین درباره میزان هزینه های برنامه حالا خورشید و میزان دستمزد خودش به عنوان تهیه کننده و مجری شفاف سازی کرد در بخشی از این گفتگو رضا رشیدپور عنوان کرد که شبکه سه مجاز است که اسناد قراردادهایش را منتشر کند ساعتی پس از این گفتگو کورش کمره مدیر روابط عمومی شبکه سه در شبکه اجتماعی توییتر این درخواست رشید پور را اجابت کرد و در پاسخ به علی علیزاده این رشته توییتر را منتشر کرد. آقای علیزاده عزیز از آنجا که در شبکه سه تلاش کردیم شفافیت را یک اصل بدانیم و از این جهت دقدقه شما را درست میدانم برخلاف رویه های جاری اداری توضیحاتی را برای روشنتر شدن موضوع منتشر میکنم آقای علی علیزاده نوشتند بر اساس تحقیقات بنده رشیدپور برای تهیه هر اپیزود چهل میلیون دریافت کرده و نیمی از این مبلغ دستمزد شخصی ایشان بوده است در صورتی که طبق اسناد زمیمه شده کل هزینه های یک قسمت از برنامه حالا خورشید 22.5 میلیون بوده است 133 قسمت به صورت مستقل و 84 قسمت با مشارکت اسپانسر تولید شده و اسپانسر هم موظف به پرداخت پرداخت مطابق سند برآورد مصوب شبکه است. در روزهای گذشته علی علیزاده فعال سیاسی ساکن لندن در صفحه توییترش از دستمزد 20 میلیونی رضا رشیدپور برای ساخت هر اپیزود از برنامه حالا خورشید نوشته رقم های عجیب که به گفته رضا رشیدپور آنقدر بزرگ بودند که رشیدپور از این فعال توییتری سند درخواست کند. از سوی دیگر شب گذشته رضا رشیدپور در گفتگوی سریح و شفاف و زنده با خبر آنلاین درباره میزان هزینه های برنامه حالا خورشید و میزان دستمزد خودش به عنوان تهیه کننده و مجری شفاف سازی کرد در بخشی از این گفتگو رضا رشیدپور عنوان کرد که شبکه سه مجاز است که اسناد قراردادهایش را منتشر کند ساعتی پس از این گفتگو کورش کمره مدیر روابط عمومی شبکه سه در شبکه اجتماعی توییتر این درخواست رشیدپور را اجابت کرد و در پاسخ به علی علیزاده این رشته توییت را منتشر کرد. آقای علی علیزاده عزیز از آنجا که در شبکه سه تلاش کردیم شفافیت را یک اصل بدانیم و از این جهت دقدقه شما را درست میدانم برخلاف رویه های جاری اداری توضیحاتی را برای روشنتر شدن موضوع منتشر میکنم آقای علی علیزاده نوشته اید بر اساس تحقیقات بنده رشید پور برای تهیه هر اپیزود چهل میلیون دریافت کرده و نیمی از این مبلغ یعنی 20 میلیون تومان دستمزد شخصی ایشان بوده است در صورتی که طبق اسناد زمینه شده کل هزینه های یک قسمت از برنامه حالا خورشید 22 نیم میلیون تومان بوده است 133 قسمت به صورت مستقل و 84 قسمت با مشارکت اسپانسر تولید شده و اسپانسر هم موظف به پرداخت مطابق سند برآورد مصوب شبکه است. آقای علی علیزاده این یعنی آنچه درباره دریافتی رشید پور فرمودین تقریبا با هزینه تولید یک قسمت از این برنامه برابری می کند. آقای علی علیزاده حتما میدانید هزینه های تولید هر برنامه شامل دکور، اجاره استودیو، فیبر نوری، تهیه کننده، سه مجری، تصویر برداران، صدا برداران، گرافیست، ساخت آیتم های تولیدی، عوامل تولید فنی و دستمزد حدود پنجاه نفری عوامل تولید این برنامه است. آقای علی علیزاده با توضیحات ارائه شده و اسنادی که تقدیم شد چطور ممکن است از 22.5 میلیون تومان هزینه تولید هر برنامه 20 میلیون تومان دستمزد شخص آقای رشیدپور باشد نوشته اید آقای رشیدپور برای دو شب اجرای یلدا پس از که ها و چانه ها به مبلغ 500 میلیون تومان راضی شده شده است یعنی درآمد شبی 250 میلیون آقای علیزاده جالب است بدانید برنامه شب یلدا تا کنون اصلا برآورد نشده است مشخص نیست بر چه مبنای عدد و رقم یک برنامه که اساسا برآورد هم نشده است مورد قضاوت قرار گرفته است لازم به ذکر است برای تولید این برنامه بخشی از مطالبات موفق شبکه به حالا خورشید به صورت علل حساب پرداخت شده است بنده حتما از اینکه جناب با نیت خیرخواهانه به دنبال شفافیت در قراردادهای نامتعارف هستید استقبال می کنم و شفافیت را علاج بسیاری از مشکلات می دانم اما طبیعی است که استناد به داده های غلط و مانور رسانه بر روی آنها هم به اعتبار فرد مدعی شفافیت ضربه می زند و هم به اصل شفافیت